انستیتیوت اقتصاد و صلح استرالیا در گزارش سالانش در سال 2022 میگوید که افغانستان برای بار هشتم در میان 163 کشور جهان در رده بندی ناامن‌ترین کشور جهان جای گرفته است. بررسی این نهاد نشان می‌دهد که شمار رویدادهای هراس‌افکنانه 75% و تلفات برخواسته از آن 58% در یک سال پسین میلادی کاهش داشته است. همچنین در این گزارش آمده است که درصد آمار تلفات ناشی از جنگ در افغانستان 90.6% کاهش یافته است که از 43,000 جان باخته به بیش از 4,000 تن در سال پار رسیده است. در افغانستان در حال حاضر ناامنی وجود دارد، اما به طور قطع افغانستان در شرایط کنونی ناامن‌ترین کشور جهان نیست. باید تفاوتی بین امنیت و مسئولیت قائل باشیم. اما سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح استرالیا قرار گرفتن افغانستان در جایگاه نخست رده‌بندی ناامن‌ترین کشورها در جهان را ناعادلانه می‌داند و می‌گوید که رویدادهای هراس‌افکنانه در کشور 99% نسبت به گذشته کاهش یافته است. تلفات هم آمارش بلند گفتن، هنوزم که 4000 در اطراف 4000 تلفات ملکی میگن، نادرست است. البته در یک مدت شاید تا 1000 ما تلفات داشته باشیم، او هم بعضی حملات داعشی ها در چند سال پیش یا یک سال پیش زیادتر بود که کنترل شد. در بخشی از این گزارش اوضاع امنیتی افغانستان به دلیل احتمال درگیری میان داعش شاخه خراسان و امارت اسلامی ناروشن گفته شده است. به باور این نهاد خشونت در سراسر افغانستان هنوز هم ادامه دارد. گروه های مختلف توریستی می تواند که از فقر و بدبختی مردم استفاده نماید و جنگ های نیابتی کشورهای ابرقدرت و استخبارات قوی را یک بار دیگر به خاک ما آورده و افغانستان را ناامن بسازد. اما پرسش اینجاست که آیا مردم از تامین امنیت کنونی در کشور راضی هستند؟ اوس الحمدلله ډیر امنیت راغلی ده، ډیر مون خوشحاله ده. امارت اسلامی نه ده خو د افغانستان په سطح چې د دوه کال کېږي امنیت ډیر شدی، امنیت تامین دی. این نهاد بررسی های اوضاع صلح و امنیت در افغانستان و کشورهای دیگر را بر بنیاد عناصر هراس افغانی، درگیری های داخلی و جهانی، مهاجرت، اعتراضات خشونت آمیز، قاچاق اسلحه و بی‌ثباتی سیاسی انجام داده است.